شما با خنجری نسبتی دارین؟ آهنده من پسر خالشم. نکنه خانم شما هم خانم طالبی هستی؟ آقا جو مغازه میوه فروشی شوهر خاک بر سر خودم بگه من میوه به دوزن بگیم عزم 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 چی این پای مصنوعی یا من خودته؟ من خودم مصنوعی نیست؟ معلوم ازش حساب میبری ها کی من؟ این سه از من میترسه این که طالبیه ما خربازه ما شدیه ما چینه میزنم از زمین دونی میگونم دوزی تمام نشد سلام خسته نباشی مثلا این خانم بیرون کار میکرد گفتم که ببین ره من دوست ندارم زن من بیرون کار کنه در حقیقت این دوتا خواهر در سولت اولی زیر تراکتور دردم میمیره دومی خدا رو شکر زنده میمونه ما اینو میبریم بیمارستان اونجا ظاهرا خون اشتباهی به این تزریق میکنن اونم اونجا میمیره مگه گروه خونیش چی بود فرنگیس زنگشونو بزن بگو بیاد چقدر بدبخته من اون شیشه ماشینم خودش درست میکنه دیگه شیشه رو درست میکنه آقا به یزید چی؟ من نمیام آخه خط باید بیام سلو بازی در نگر میگم میدانه شما اینجایی دیگه شیشه یه آقا میریه بچکست سلوت آفرین گریه نکن دیگه آتش بازی نکن خب حالا ما دوتار عقاب شبیه هم شبیه عقاب یزید میخریم عقاب اول پرواز بدیم که میره که میره که میره عقاب دوم از حیات پشتی میاره میگیم بفهم اینم عقاب یزید اینو از همون اول میگفت الو سلام علیکم 110 آقا من گرگستانی هستم یکی از شریفترین کسبه محل میخواستم خدمت شما راجع به گاز دوزی روشک نذاره نبیان تو ها خانم جان اون موقعی که شما داشتیم گاز دزدی میکردیم باید حواستون رو جمع میکردیم حرف منم یک کلامه مرغ منم یه پای داره یعنی چی؟ یعنی که باید برید حالا اجازه من درستش کنم جناب سلام یه لحظه تشریف برید اینجا بله ببخشید جناب سلام من از همکاران سابق شما هستم اتفاق خواستم این کار رو یه جور نمیتونه حل و فصلش کنیم تموم شه بره دیگه عزیزم من مأمورم و معذور طبق این قولنامه موعد قرارداد شما 3 ماه تموم شده. نه یعنی هیچ راه دیگه ای نداره. 2 راه داره. یا رضایت شاکی یا تمدید قرارداد. نه میدونم راه دیگه یه چیزی که به هر حال حل و فصل داره.
راه دیگه دیگه اون چیز بفرما خجالت بکش بفرما بفرما متاسفانه هیچ راه دیگه ای نداره. محمود کجاست؟ آقا با محمود اصلا کاری نداشته باش. اگر اونم زنگ بزنه اصلا من هیچ کاری نمیتونم برای شما. چرا سرکار جان دارم حرف میزنم دیگه چه چیزی که بفرما؟ اصلا چرا دیشب تو الان همه نظرا برگشته؟ مگه من خودم دیشب با خانمو صحبت نکردم تو بیمارستان؟ مگه قضیه رو حل نکردم در حالی که میتونستیم مثلا رضایت ندیم؟ گفتم عقل کل فامیل احترامشو نگهدار. عقل کل احترامش هم نگهدار. اومدین خونه ما بعد از میوه های من جشن گرفتین با میوه های من. بله میوه چی؟ شما شانس آورد همین دیشب با کسا کارت همه تون ننداختم توی هلافتونی عزیزم. من خودم بعد الان به خانمو زنگ بزنم ببینم خانمو تگیم به خانمو هم زنگ نزن اصلا هیچ تأثیری نداره. وقتی که من میگم نمیشه یعنی نمیشه، یعنی این که من اگر نخوام با جماعت دوست فامیل آقا تهمت چیه سرکار جان؟ فیلم اینا رو دیشب صدا سیما حق کرده. من که گفتم اون پرونده ایش رفت توی ما نداره. نداره؟ نه آقا ما برای تخلیه منزل اومدیم. ما جواب نمیده خانمو چرا خاموشه؟ برای اینکه با زنش رفته شمال. زنش؟ زنش؟ زن داشت؟ بله تا دیشب نداشت ولی دیشب دالا با یه پرستار پرستیج دار رفتی شما. بابا شما خانواده گرگستانی اسمتون باید تو گینه ثبت بشه. من یعنی عین گرگ میافتی توی گله باور کن. خیلی عجیبه. در دسترس نیست. چرا در دسترس نیست؟ من اینکه توی هواپیما است. هواپیما؟ بله. خب دیگه بلیط گرفته، هتل گرفته، باید کیف حالش بکنه دیگه. بابا چه دلش خوش از تنهایی پاشو رفته ماه. اتفاقا دلش خیلی خیلی هم خوشه چون اصلا تنها نیست. تنها نیست؟ نه خیلی. با کیه؟ با شقایق. شوهر رسمی من با شقایق رفته ماه عسلم. آقا من از ایشون شکایت دارم. خواهر سر سلا نه خواهرم بفهم و داستانه شکایت کن. بفهم آقا تو کجا میدونی آخه؟ یا تو کجا میدونی با شقایق رفته؟ خون ببینم من خدمت شما عرض کردم برای تخلیه منزلتون اینجا. مگه به این راحتی کش که یک ماه طول میگه ما مثل زیگیل چسبیدیم اینجا. اتفاقا خدمت شما عرض کنم که وقتی که من حکم تخلیه رو داشته باشم 24 ساعته میتونم شما رو تخلیه کنم. جناب سرمون بهشون بگیم به این راحتی ها هست خانم هست بله اینجوری به راحتی ها اینکه مصالحه کنیم. فیلم دزدی دیشب شما رو دوربینای این مغازه گرفته که نشونه راهنمایی رانندگی بدم. حساب شما رو می‌نویسم. دیگه اون دیگه تکلیف ما چقدر چند کیلو کشیدیم برداشتیم بردیم هم به پس میدیم. خب این حل شد. این حل شدش. خب مشکل این حل شد. خونه رو تغییر کاربری مسکونی به تجاری و گازدوزی رو چی میگی؟ حل نشد. اونم اینجا دارم. اگر فیلم شما ها رو لو بدم نشون بدم ها حکم شما رو حکم تغییر 24 ساعته گرفتی از اینجا میندازم میتونم میریم آقا قرار نیست بندازی ما رو بیرون خودمون میرون خونه خواهرم که قرار بود بره والا با این خونش آفرین خیلی قوی آقا قشنبه. پسر شما مگه پاشو بذاره تو خونه خواهر من و من خودم قلمش میکنم بی خود جوست از خانم خواهر شما اصلا خونه نداره شما با من صحبت کن آقا محمودم اصلا خونه نداره اصلا سند اون خونه به نام منه جهاز خواهر شما رو بار خاور میکنم میفرستم بره خیلی داری به من بی‌احترامی میکنی یه هیچی بهت نمیگم واقعا اذیت میشه خب باره ایشون بکنی سختش آقا میشه. این خاور نه اون خاور کامیون کامیون رو میگم اصلا میریم جمع میکنیم میریم بله. به خدا ترجیح میدم برم همون شهرستان زندگی کنم تا زیر منت شما باشم آفرین بفرما خالا هی منو میفروختی به پایین اون اینا بفرما به حالا به چش ما اشتباه کردم امیریال تو رو نفروش دیگه نه نمیکنم دیگه این کار خاور پشتت تا آخر باور میگم آقای گرگستانی ما دیگه میریم واقعا فقط من یه خواهشی دارم ازتون یه زحمتی بکش اون فیلمی که ما گرفتیم پاک کنیم فیلم بچه این بچه خواهرم پلیس گناه داره براش بد میشه این فیلمای اینو پاک کنید اینو منو پاک کن خوب گوش کن ببین چی میگم من خودم به تو اجازه دادم که اینجا بمونی اما اگر قرار باشه که مخل آسایش من بشی
و هر دقیقه یه معرکه‌ای را بندازی دیگه جات اینجا نیست. الانم دارم حرف آخر رو بهت میزنم خنجری. اگر میخوای اینجا بمونی باید کاملا تحت کنترل خود من باشی. فهمیدی؟ فرخونه یکم برو اون بر پشت رو نگاه بکن. اون چیز هست اون کفشه سفید هست توی عکس. من هرچی گشتم تو لباسای حاجی من این کفشه رو پیدا نمیکنم. میخواستم ست سفید بزنم پیدا. دارم با جدی حرف میزنم. خب باید جدی باشیم. بله بله اتفاقا منم راستیاتش واقعا از این وضع خیلی ناراضیم. باید ما سنگامونو وا بکنیم. باید رابطه من و شما با هم دیگه مشخص بشه. رابطه بین من و شما وجود نداره آقای خنجری. من اگر هر کاری تا الان کردم فقط و فقط به خاطر پشمک بوده. یعنی من اندازه پشمکم ارزش ندارم برای شما؟ خانم من انسانم، احساس دارم، عاطفه دارم، عشق دارم، جان دارم. این نمیشه که شما باید دست پیش بکشی با پاس بکشی که شما باید مشخص کنی تو این رابطه هستی یا نیستی. مرگ یه بار شما یه بار. من اگر قبلا میخواستم که باشم با این گنگکاریایی که تو میکنی الان دیگه نیستم. منم اتفاقا با این گنگکاریایی که شما میکنی منم دیگه نیستم. کدوم گنگکاری؟ تو هر دفعه یه بامبولی درست میکنی ماشینی چیزی برمیداری میری یه داستان میسازی. دست پیش گرفتی؟ ببخشید 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 اون کسی که داستان درست میکنه شما هستی نه من. شما از پشت به من خنجر میزنی من حالمون بد میشه عصبی میشم. خانم من 4 سال قرص عصب میخوردم الان. شما ایمون عصبی میکنی من میرم بیرون حالمون خوب بشه یه بادی به کلمه میخورم حالمون خوب بشه. میفهمی خانم میفهمی؟ خنجری من کی به تو از پشت خنجر زدم؟ چه به چرت و پرت؟ بله زدی بدم زدی. ببین فرخونه تو هم خرو میخوای هم خورما رو. از یه طرف به خرچ راقا صاحب نشون میدی از یه طرف حلقه دست کی میکنی؟ دست خورما میکنی. حرف آخر من اینه من با حضور خر خر که خود من با خورما با حضور خورما تو این خونه مشکل دارم. میفهمی؟ نه کلن نمیفهمم چی میگی. یه جوری بگو که من متوجه بشم منظورت چیه. شما چه سمندی با این آقای یزید الخوری داری؟ رابطه خودتو با اون مشخص کن بعد بیا با من وارد رابطه شدن. کدوم رابطه دیوانه؟ چه رابطه ای؟ همین رابطه. خانم من درست تهران بزرگ شدم ولی تربیت من شهرستانی غیرتی هم. شما نامزد منی یا نامزد یزید؟ من نامزد هیچ خری نیستم. رابطه ای من با یزید فقط کاری و حرفه ایه. خانم من خودم کلانتری چی هم آمار دقیق دارم. میدونم شما با خورما رابطه داری. اصلا با چشای خودم دیدم حلقه دست خورما کردی شما ره. حلقه چیه؟ چرا مزخرف میگی بچه؟ حلقه بله حلقه تو جابه شب اول. همون شب اولی که یزید اومده بود نشون به نشون که اون کت خدا رو دعوت کردین اومد با اون دفتر بزرگ شما رو عقد کرد. کت خدازاده محضردار منه. اومده بود کارای قانونی ویلایی که میخواستم به یزید بدم انجام بده. توی اون جعبه هم فقط یک کلید ویلا بود. دیگه بدتر با اون کلید ویلا دادی ویلای لبه آب دادی اون وقت منو فرستادی اینجا تو انباری لای کارتونه بخوابم. خانم من توی زندگی به اندازه کافی کارتون خواب بودم ره. ما به این در نه به یه حشمت و جا آمدیم از بده حادثه اینجا به پناه آمدیم. از حالا که اینجوری شد از امشب به بعد من توی اتاق باید بخوابم وگرنه من از اینجا میرم ره. بله؟ بله. تو اتاق تو اتاق شما که نه ولی اتاق جنبی مثلا اتاق حاجقه خیلی خوبه. من اگه اتاق حاجقه بخوام خیلی خوبه. نه اینکه کچلوارا اینو پوشیدم من ساعتش رو دست کردم خیلی بهش خوب گرفتم. من خنجری جان خنجری تو چطور به خودت اجازه میدی با این میزان از وقاحت با من حرف بزنی؟ حتی اتاق فیلیپ هم میشه اشکال ندارم. اتاق فیلیپ هم میتونم بخوابم. نادر نادر احدی
به حال با من اینجوری صحبت نکرده، یعنی اجازه ندادم. میدونم میدونم. نادر! نادر! بیا دیگه، کجایی تو؟ گل خبیز یه ساعته داره صدا رو میکنه. سیبیت بابا تو یه گوشته. میگم ساکت. بفهم این آقا رو در خروج راه نمیکنه. از سر پنجره بیرون. بیرون بفرمایید. من نمیرم. چی شد؟ من هم اینجا میمونم. یعنی چی که میمونم؟ من بخوام از اینجا برم لوسی هم با خودم میبرم. خب ببر. مگه بهت نگفتم پاتی گرا سرک گریمت نکن؟ رو تو زیاد کردی؟ باید بری رو همون چرخ و فلک تا قدر اینجا رو بدونی. خودو بیرون میدم. والله شو برو بیرون. نکن. نادر نکن، یه چیزی چیزیش نیست، این موش مردگیشه. زنگ بزن دکتر. چیش میگم زنگ بزن دکتر. این چیزیش بشه دیگه نمونم. نه خانم، این موش مردگیشه. باش من خلو از سر این کم باشه. من بازی نکن با تو پنجری. زنگ بزن به دکتر. خانم چیش نشده خوش به موش مردگیشه. جد و آباد تو میسوزونم. باشه خانم، قلبت تو نمیدونی همه زندگی من به این بسته است. Get out. زنگ بزن دکتر. چش چش خانم خوش. این نتیجه تریرای شد. باشه ببرش برون خانم. پنجری با تو. پنجری. من تو گوش میدم. چش. زنگ بزن دکتر. الان زنگ میزنم خانم. موش مرده. الو. زندگی من به این بسته است. پنجری. دلم مثل دلت خون شقایر دید. آرام نخون تو هم دیگه. ببین گرگستانی بی وجدان چجوری ما را آواره کردن. حالا دارم براشون الان دور دور اونا سب کن، نوبت ما هم میشه براخره. چی کار میخوایی بکنی مادر من؟ آره وقتی هر کاری میخواستم بکنن کردن دیگه. سب کن، وقتی دیه تحال غلام حسین رو گرفتم مهریه فرنگیز گذاشتم اجرا، میفهمن یه من ماست خواهر چقدر کره داره. خب مامان ببخشیم همینجا بشینیم دیگه. ببخشیم بی خیال 150 تا سکه بشم به خاطر چندر قاس کرایه اینجا دیوانم. اشان گناه از منو فیلم دارن. بخوایم بهشون یه چیزی بگیم سر میگم مهریه رو ببخشیم. باشه مهریه رو ببخشیم حتما. 150 تا سکه رو همچین از حلقوم اون محمود عوضی بکشم بیرون که کیف کنه. پاشده واسه من با زن سابقش رفته ماه اصلا من بدبخت. دختر خلاصه اینجوری نیست جانم. دستتون درد نکنه. ببخشید. اینجوری نیست. ببین الان شما حالتونم خوب نیست. اما 150 تا نه و 75 تا سکه. چرا؟ چطور 75 تا؟ دستتون درد نکنه. شما چیز که نکردین، شما نه مؤثر رفت، فقط اون مرحله چیز رفت، عقد پیش رفتین دیگه. به خاطر همین دیگه کلا کامل تعلق پیدا نمی‌کنه. نصف میشه. 150 تا نه 75 تا. 75 تا هم کم. 75 تا. آره دیگه هفتم بعد تازه اینجوری هم نیستش. بیا حالا تو پنج تا سکه سه چهار نمو ما داریم، ما اینجا صحبت میکنیم. سه چهار میلیون میام تقدیمت کنم دو دستی بهت بدم. اینجوری نیستش بابا. چه کار داری میکنی؟ دارم صحبت میکنم. خب خدا خیرتون بده ان شاء الله. میگفتم اینو تازه میام ته تاج میام قسمتی کنم خورد خورد بهتون بدن. اینجوری نیست که یه دفعه بهتون. حالا تو هم هی آیی هست خود. حالا قصی هم باشه میگیریم سکه رو دیگه. الان همه جا رو جمع کرد، عدل فقط اینجا مونده دیگه. آره داره بابا. تو هم حالا حالا الان به مهری پری فکر نکنی. خودم همه رو پیگیری میکنم، میدونم باید چی کار کنم. چرا؟ خب الان من یه خورد دراز بکشم. با تو هم امیر یه به این ور. نه آخو بذاریم سکه هاشو همه رو گرفت. میگیریم آما میگیریم. نه نگران نه. آره این خونه کلنگیه، این خونه کلنگیه. ای خیلی چیز کنین میریزه رو سر مردم. من یکم دراز بکشم الان بلند میشم. خاله دیگه گیر نده. برای چی نشستین پاشین؟ این بدبختا دارن دست تنها همین کارو ما رو انجام میدن. خجالت بکشین. پاشو امیریه، پاشو پاشو. با خستم پاشو. آی آخو به حضرت هم ببخش. آرام ما ندیدم پشت من چی کار میکنی؟ پرنگی نیوم دی یواش بدم بدم کمک تو بدم. امیر یواش به جو کنی کمکی بکن. نه برو 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 جمع بزن. ما چقدر تو هم میره من بگیر خوی چهانه دیگه میشنن لباد بیشتر. بکش بالا. آقا کمک نمی کنه شما یه خورده؟ برو یعقوب برو بالا. همینیم بزا من دارم بالا. اجازه
فتانه چیکار میکنی پس؟ گفته بودی اینا رو میکنی مامان خانم، همه رو خودم کندم. کندی دیگه چه فرقی میکنه؟ بیم بر اینو بگیرم من. بدم بفرمایید. ای خدا این کلید دیگه خونم تخلیه کردیم دیگه، خیالتون راحت. اصلا از آقا جان نداشت. خدا حافظ. بفرمایید. آیده ایتون روانی خیلی خوشحالم. برکام فیلیپ شما چیز زحمت کشیدی؟ خواهیش میکنم آیده تو اوتوکی سالیش کنم بعد شد بستریش کنم که نمیدان چهار من خودم آمده چی شد یه مطلبه؟ بیچی یه بحثش رو یه دفعه قش کرد. البته الان حالشون بهتره، چند لحظه پیشم یه تکونی خود داری چشمشون رو باز نکردن. بزر شما امیدی هست بابا. خانم کجاست؟ چی داره؟ سلام دوست. سلام خانم. فکر کنم افت فشار پیدا کرده، سعی کردم فشارش رو بگیرم ولی نشد. خب من به خدمت دکتر توکس گفتم، توصیه کرده بودم که این چلاتومات فشار خون تشنج کار خراب میکنه. تقصیر خودشون بوده آقای دکتر، اینقدر چموشن کفر خانم بالا آوردن. تقصیر ادوایسای شما هم بود. خانم شما اینو گفتید نادر نادر. من میتونم ببینمشون؟ بله بفهمید. دکتر تمام تلاش رو میکنید. خواهش میکنم. ببخشید آقای دکتر. بفهمید شما. بفهمید. ببخشید. آخ جان. تی اتاق قربان. وای خدایا شکرت. اینجا رو فوت کردم. بفرمایید. بفرمایید. دکتر فامیل درجه یکم آقا. دکتر جان اگه میکنه هیچیش نی. سولت. بله منم که روز آزمایشش رو میدیدم به مورد خاصی برنخوردم. شما گفتی فامیلش ها؟ بله بله پسر خاله منه، ما اینو برادر میمونیم. ما تو شلیزره شمالم که برنشکاری میکنیم. بیماری خاصی نداره؟ خودش که نه ولی باباش بواسیر داره. بیادب داره دیگه. این یک سرام یا یک آمپول تقویتی درستش میکنه. تو خدا؟ اه چشمش باز کن. آقا کیف منه واسه یه آمپول تقویتی در بیارم. حتما. خوبی خنجری. خوبی. آره من حالم خوبه. تو مسکن منی؟ دکتر روحانی اومدن اینجا تو رو معاینه کنن. اگر پرستاری لازم باشه بگیم بیاد. خوبی تنظیمی؟ نه. با وجود تو دیگه هیچ پرستار و دکتری لازم نیست. عجب. الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی. طبیب حاضر این قلب بیمارم تو باشی. اینو بندازیم بیرون. این بیرون دیگه. بابا خود من نشسته دادم. منظره اجازه بدید. بذار یه چکاپتون بکنیم خیال همه را. بله. با وجود خانم دیگه همه چکای من پاس میشه. این بیرون من چی کارت کردی؟ خوبی؟ خوب خوب اینقدر استرس نداشته باش تو رو خدا. من حالم خوبه ره به خدا خوبم. نگاه بکن نگاه بکن نگاه بکن طبیعه 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 خدا خوبم. بروش 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 آروم کجا میری؟ یا بریم فامیل درجه یک من ما داریم میریم بریم عقاب رو پیدا کنیم. لازم نیست عقاب رو پیدا کنیم، شما همینجا استراحت کن. نادر میره خودش دنبالش. نه 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 نادر نه نادر نه نادر میره گیگندی باز به بار میره. زندگی شخصی من و تو من خودم میرم درستش میکنم. اگه تا دو سه ساعت دیگه قبل از اینکه یزید بیاد من این عقاب رو تحویل شما ندادم شما توف کن تو صورت من. حالا هر کی دمه دست بود فقط سولم من این ماشین من رو باید از سوله بردارم. آقا سولم اولا رو بیخیال دیگه. امروز بذار به زندگی شخصی من برسین. من همش شما رو زیر برابر گرفتم یه خودم به فکر من باشین دیگه. طبیعی باش چشم نداره باقایشون بارم. مگه نمیخوایم بریم لباسون؟ من خودم تنها میرم، شما با اینا برو داستان نسازن دوباره. فقط یه چیزی من بگم، من تا قبل از اینکه برم برگردم شما یه لطفی بکن به این بچه‌ها ژاکلین مکلین فیلیپ میلیپ اینا بگو این یکی از این اتاق‌ها رو برای من ردیف کنن که من دیگه نزدیک شما باشم که شما نگران من نشیره. نوکر بابات غلامسی است. خیلی خوشحال بفرمایید آقا بفرمایید بیرون خلوتش کنید. کتا بیسی دیوانه دیوانه. بله خب اب نداره تمام خب بریم سر کار خودمون خانم. فراموش کنید بریم سر کار خودمون. در عوض من یه خبر خوب خیلی مهم براتون دارم. چی؟ دیشب از تیم پزشکیتون از آلمان یه ایمیل دادن. خب اونا 24 ماه آینده بهتون وقت عمل دادن. این خیلی خبر خوبیه. فقط شما آقای خنجری 10 روز زودتر باید اونجا باشین تا مقدمات پیوند و آزمایش‌های لازم انجام بدن. ببینید لازم نیست دوباره بگم، سلامت روحی و جسمی هم خودتون همین آقای خنجری خیلی اهمیت داره.
خودتون که ملاحظه کردین دکتر، یک لحظه یک جا بند نمیشه این آدم. خسته شدم آخه از دستش. کاملا میفهمم خانم، باید تحمل کنیم. فعلا که تنها شانستون ایشونه. اصلا من فکر میکنم آدمی با این مختصات ژنتیکی و پزشکی و خونی هدیه خداونده به شما. لازم نیست بگم که تو این دو سه هفته باقی مانده وضع جسمی و روحی هم خود شما هم آقای خنجری خیلی مهمه. حالا اصلا این آقای خنجری پاسپورت داره اصلا؟ نه بابا، پاسپورتش کجا بود؟ یک هفته مونده سربازیش تموم شه، ول کرده اومده. پس چطور میخوام ببرنشون اونور؟ اینا دیگه گفتم یک کاری برای پاسپورت این بکنه. دکتر من یک سوال تخصصی از شما دارم. آیا ممکنه که این پسر خالش هم مثل خنجری از نظر خونی و ژنتیکی همسان باشه؟ امکانش که وجود داره ولی خیلی بعیده. آخه میدونین یه خاطره برای من تعریف کرد. بله؟ گفت یکی از خواهرای خنجری به علت تزریق خون نامناسب از دنیا رفته. من فکر کنم اینا خانوادگی به هم بعیده. واقعا؟ بله. چه عالی؟ از این آقا بپرس ببین ندید آقا با خودم میدونم. تو کجا میری؟ از این آقا بپرسم ندید آقا. برو سلام قربان خسته نباشی. سلام. این دونه آقا اینجا ندید یه قهوه‌ای بود؟ آره نوکش اینجوری بود. حاجی سلام خوبی تنظیمی؟ سلام. یه دو آقا هم ندیدی؟ نه والله ندیدم. رنگش رنگ کفشای ما بود. نه بود. رنگ های پارتای ما بود. نه ندیدم. البته نه اینکه من قبلا دوستش نداشته باشم، نه منم قبلا بهش احساس داشتم. من زدم ماشین اینو داغون کردم، عقاب یزید رو گم کردم، پرواز زدم معلوم نیست نیست و معبود شده. کچلوار شوهر اینو من به آتش کشیدم. با همه این حرفا وقتی نادر منو دعوا کرد گفت آقا چرا این بچه رو کتک زدی؟ زندگی من به زندگی این بچه بستگی داره. یه ابری بالای سر من تشکیل شد، توش نوشته بود هره این پیرزن با پیرزنهای دیگر متفاوت است. این پیرزن بالا و شیده و شفته و این چیز هست. شفته؟ کنارش یه عبر دیگه تشکیل شد، توش نوشته بود ایره هر جوری شده باید بری این عقاب یزید رو پیدا کنی. ره بری رفت وقت ردوار نزد؟ ردوار برای چی؟ آقا وقتی دوتا اب کنار هم قرار بگیرن نوترون ها و الکترون ها با هم برخورد کرده ایجاد ردوار میکنه. بجن که اخبار هواشناسی و من بگی بگو ما چه خالتی بکنم چه خاکی بزنم بکنم. آقا ما داریم اینجا بی خود وقت ما داریم وقت خودمون بی خود تلف میکنیم. به نظر من اینو بده من. آقا اینو بده من. نکن دیگه چی کار کسی بده. آقا چی مال خودم خوشمزه. آقا ما میریم مولوی. خب دو تا آقا شبی هم پیدا میکنیم اینو میخریم میریم تعبیر میدیم خلاص دیگه. من خودم به اینه دیدم آقا یارو اینترنتی سفارش داده چی کروکودیل کجا پست سفارشی 3 ساعت فرستاده در خونه جون این دیگه. من همین دارم میگم ره میگم آقا شاید دیگه اینو برداشته پیدا کرده برده تو بازار مولوی فروخته. حالا اونم نمیدونم آقا جان این دوربین محبته. علیکم السلام. این دوربین محبته است با اجازه. کی برداشت آوردی داخل؟ اینجا اردنبیل نیستش که. من فقط این دوربین داخله بدون اجازه بردن تو محبته. نه عزیزم من این دوربین اصلا با اجازه. جان این دوربین من گفتم بیارم باش کار داشته که آوردم اینجا. شما با این دوربین چیکار داشتید؟ اینجا مسئول داره این دوربین محبته شما همینطور. دوست اصلا من گم شده. دارم با این دنبال میگردم. شما با این دنبال دنبال آقا میگردید. آقا اصلا پول این چقدر میشه؟ من آقا خودت به راه من نکشون بشی سر جا بابا. نخاست من قبیا بردن دوربین. باری کلا احسان. وردا ببر صحبت نکن دیگه. آروم باشی. یه میکروسکوپ دیگه. یه جوری صحبت میکنه انگار پسر از مندسر فواره سوراخ خونه ره. میکروسکوپ زیش آقا این تلسکوپه. با من بسته کن. طبیعی باش. با من بسته کن. بخور هر دو تاشو بخور. خانم طالبی اولین و آخرین شانس من برای زندگی. من هر جوری شده بر نه من ممکن باید من این اوقا پیدا کنم. بله من خودم حواسم به همه چیز هست. باشه چش. از سوی میرسم. خودم. خانم بود؟ بله. خیلی هم نگرانم. آخه کاش میگفتی به تلفن خود منو زنگ بزنه. می‌خواست بهش بگی من طورم نیست نگران نباشه. آخه نگران عقاب یزید بود. تو چیکار هستی؟ آخه عزیزم نگران عقاب. آقا من میگم پلن بی رو اجرا بکن. پلن بی دیگه چیه؟ گفتم اما که یه پدر خواهد پسرش رو زن بده بعد به گارد سه میلی گارد که دو روز که رفت به خارج شدن بوز بیمار میرم به بود دوزیدن گفتم بس تو رو هر کی دوست دارید ول کنی فهمیدم.
خرچه نیست، آدمه میفهمه. منم همینو میگم، میگم آقا کافیه دوتا عقاب پیدا کنم که شبیه هم دیگه باشن. نگاه بکن الان این دوتا بشقاب شبیه همن. شما میتونی الان تشخیص بدی کدام یکی کدام یکیه؟ میتونی؟ خب مسئله اصلی همینه دیگه، شدنی نیست. ما چجوری دوتا عقاب پیدا کنیم که اینه هم دیگه باشن؟ آره میگه، میگه شما میده تو بازار مولوی اونجا وای میدن دراکولا رو میدن پست سفارشی اینجا میگه میفرسن برای در خونه یارو. چی داری میگی تو؟ مرد سمیش حرف ما رو تعریف میکنه. دراکولا چیه؟ آقا کروکودیل. حالا آخری اونا شوخ همینجور وایساده این کیفو گذاشتی زیر بغلت مثل دکتر محمد اصفهانی بارتو. مگه من با تو شوخی دارم؟ اونا شوخ مثل حسن شمعی زدم اینجور نشستی. اونا شو فکر کن گیتار تو گم شده. هیچی نگی آخ. اونا شو ببخشید. خیلی خوب ببخشید. ببخشید ببخشید. آقا دست شما درد بکنید. بیا بیا من نمالی نمالی. نه بابا حواس نمست بوده کارم رو بکنم. کجا دارم من؟ برو تا ده. سه روز شدیم آژانس آقا، سه روز شدیم آژانس شما. اعصاب من داره خود میکنه. بابا حواسان از کرمدن نبستی ها. کرمدن نبستی رو بیرو جریم ها. چرخ خیاطی میخوای جابجا کنی داری به من زنگ میزنه. گناهکار شدی به دغدغه اومدی. بابا بس کن دیگه اینقدر ور 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 این زنای ور ور قور داری میزنی. بس کن دیگه بابا جان. فرق 15 و 150 رو هنوز نمیدونی؟ مگه من خودم مت کردم حالا بخوام بهت بگم. ببین اینجا خوبه الان منم چه؟ آره خوبه. یه وقت به این چیزی نگی فعلا. من چیزه جانم. میگم امیر جون این وسایل رو تو زیر زمین پشت میزا بذارید که پیدا نشه. وسایلتون که زیاد نیست. نه زیاد نیست، فقط چیز یه وقت سوزوتر جمع کنید. بابا تو خیاط اتاق ماشینو پر کردی. هیچ چی کنم بابا؟ اینا خفه بشن من باید جواب پس بدم. کیا خفه میشن؟ والا واقعیتش ببخشید ناراحت نشه، من روم نشد بهت بگم. تو که رفتی کلا عروسی اصلا پاشیدش دیگه عزیزم. اینی که تلفنی گفتی خیلی هم ناراحت شدم. نه حالا آخه قرار بیشتر از اینم ناراحت بشی. واقعیتش اینه که بعد مهمونی دیگه نرفتم ویلاژ، موندن خونه خاله. خونه خاله هم که عذر می‌خواستن دیگه موندن رو دستمون دیگه. یعنی قاطی اساسای پشتن؟ آره دیگه بابا میاد نکن بخون. بحث نکن بیاد من خاک تو سر منو چه کجاست؟ یه بار ببینم بس دیگه میگم منو چه جون لاغر به من میگفتی قرار این همه مهمون بریز اینجا شرمنده. این فکر که از این موقعیت دیگه اوضاع بدتر و بدتر خرابتر این چیزا بشه دیگه. من موندم دیگه تو زندگی این شکلی دیگه کاسه چکنم چکنم دستم نگرفته بودم دیگه. نهایت دیگه مجبور شدم یه مزاحم شما باشم واقعا. من بابا خواهش میکنم مزاحم چیه؟ میگم کاشی به من میگفتی که این همه مهمون منو به اثبات میگفتن. والا این خونه خونه خودتونه. خب اینجا که خونه نیست، اینجا مدرسه است. واسه این مدرسه خودتونه. زهر مار دقیقا اثبات ناراحت نشه یه وقت خدا بابا اثبات غلط میکنه ولی خب اخلاقش خودت میده چقدر گنده. گند گند آره. نه نه در تایید حرف خودت میگم. خب من منظورم اینه که بهش اطلاع میدادیم. خب حالا اینا تا کی میخواین اینجا بمونن؟ اینا ببین تا فردا صبح دیگه بیشتر زندگی میریم دیگه واقعا. مطمئن باش خیلی راحت. بابا من نگرانم به خاطر اینکه جا واسه این همه مهمون ندارم. سرایداری نگاه کن فقط 25 متر. بابا این همه کلاس است. خب میگم توی یکی از اینا کاری نداره که آخه. خیلی خب برن ولی قبل از ساعت 7 باید برن. تو خیال راحت هفت صبح اینا همه بلند شدن رفتن ویلوس. فقط تو دعا کن غلام حسین زودتر حالش خوب بشه دیگه. غلام حسین واسه چی؟ اگه اون دیگه حالا اون بیمارستان دیگه ان شاء الله خوب خونه بادا همه رفتن واسه عیادتش که اصلا دیگه. بابا مه زلیل مرده ها. سلام اسمت سلام عمو. حالا حالا ها کار داری؟ تازه زنا باید بیان اینجا. زنا واسه چی؟ اینا رو خالی کنید. نه 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 خالی نکنی ها. اینا اینجا چیکار کنن؟ اینا اومدن اینجا دستشویی رو برن. برن باشه میرم. عطر بیا اینا سفر بیا ده توی کن کلاس آره سفر تو کلاس بودین بچه سلام. سلام آقا. ببخشید آقا، عقاب خدمتتون هست؟ نه آقا، دایناسور داری. دایناسور؟ بله عزیزم. دایناسور. مرد مومن عنانا دنبال خروس اینجوری نمیگردن که شما داری دنبال عقاب میگردی. حاجی گلکاپیس چی؟ گلکاپیس شما باید بری از بابات بپرسی بابا. اینو میخواستی بی تربیت؟ آقا شما اگه چیزی احتیاج داری فروشگاه سیلور پایین تر است. خیلی محبت کردی. بفرمایید. مؤمن خود. نادر یه خورده زرش بگید بخور اخلاقت خوب بشه. آقا ببخشید عقاب فروشی، ببخشید پرنده فروشی سیلور کجاست؟ همین کوچه اولی سمت چپ سوال کنید. خیلی لطف کردید. بیایید. عجب دوغی ها. عالی. اگه لباسو جام بخری ها یه حجت کامل کردی برام. یعنی انقدر لک برخورد میکنه انگار منو یزی عقاب شما رو پروندیم.
تربیت ها. بذار بیام بیرون خوب صداتو که ندارم. ولی ببین عکسش اینا هاشون. ببین عکسشو دیدم. جفت باهاشون قهوه‌ای. لک و پیس نداره. بس. آره نه 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 یا دست قهوه‌ای ان. آره. ببین تا نیم ساعت دیگه ببین خودت چیکار می‌کنی. آخه قیمت این چنده؟ گوشی قابل شماره نداره. این 3200 24 کلمه هم صحبت می‌کنه. یکی از خوباست ها خیال دار. این گوشی منو بشار زدی؟ آره آقا گذاشتم لو. تو خدایی بله بله برو بر. الو ببین محمد. آره من تا 40 دقیقه دیگه میام. ندی خرابمون نکن پیش مشتری. باشه فداش. تقریبا همونه. همه چیز فقط یه مشکل کوچیک داره. پاپرش سفیده. اونم اسپری میزنی های کوپی اورجینالیش کم نمیفهمه. یعنی عین اینا میشه که نه اصلا تو. این تو چه گفتی 3200 هر چی بگی یاد میگیره. این هر چی که نه همون بیچاره کلمه رو یاد گیریم بنده خدا دیگه حافظش هم پر شده. مردش هم موبایل هم حافظش پر بشه. پروفسور سنش بالاست. در ضمن اونم که داری میخوری مال جیره توتیای من خامه. آجی این چی این هر چی بگی میگه این میگه عاشقتم اون که ماهه بلبل زبونه مغازه است. من عاشقتم لعنتی خیلی من نمیفروشمش خودم میذارم. بخار حالا بذار این دسته گلی که به آب دادی درستش کنی تا برسیم به تو. بابا من میخوام دیگه من مشتریم. اجازه بده اجازه بده اجازه بده من صحبت کنم. یعنی چی تماس میگیرم؟ صحبت میکنم با تو صحبت میکنم. الو چی جوابت میدی؟ سلام خوبی تنظیمی؟ خوب بودی؟ چرا به من نمیگی قبلش کجا میخوای بری؟ خوب عجبا خوب من دوست ندارم با این یزید داری میری بر اون ور که برمیگردی حالا تا شب. یعنی تا شب شما تنه این؟ ببین رفتی اونجا رسیدی پس به من یه خبر بده. خب ببین جلو اون خب هی به من زنگ بزن. خب اگه زنگ نزنی من خودم زنگ میزنم ها. باشه خدافظ. الو 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 ببین ببین خوبی تنظیمی؟ چیز یه توتی هست اینجا من اینقدر دوست دارم میگه عاشقتم لعنتی. من اینو میخوام بخرم نادر برای من نمیخره. من میخوام برای تو میخوام بخرم اصلا. من دوست دارم بخرم برای تو میگه عاشقتم لعنتی. گوشی 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 گوشی. الو ای نادر بیا. ای نادر یعنی چی؟ خانم طالبیه؟ من خدمت با تو صحبت کنم. سلام خانم. بله چشم من یه ساعت دیگه خدمت شما. نه چیز خاصی نیست. این خنجری توتی میخواد. چشم چشم ببخشید آقا جان دلم. این توتی که این بچه میخواد چنده؟ بابا اصلا بحث پولش نیست. این توتی رو ما نمیفروشیم. اما مشتری هم نمیفروشیم. بحث مشتری نیست. اصلا صاحب این توتی من نیستم. این دختره. دخترم شما بفهمید من یه چیزی بنویسم عجله خانم فرمودید. بیا ببینم دختر گلا پرمینا. سلام اینم صاحب توتی تنظیمی. این توتی تو رو به ما میفروشی؟ نه اینو اگه من بفروشم یه دو چرخه برای تو میخرم. چرم که دارم من مگه سوار توتی میشم؟ اینو به ما بفروشی ما یه دونه خرس پشمالو بزرگ برای تو میخرم. بابا این چقدر خنگه. نه فهمیدی نه واقعا بچه‌ام فهمید تو خنگی. من دارم با بچه صحبت میکنم تو چرا فضول میکنی؟ فضول رو بردن زیر زمین پله نداشت خورد زمین. کاری نکن با این دسته چک. آقا به خانم طالبی میگم یه دونه دسته بیل بده دست تو باختر بیل بزنی. اصلا من خود خانم طالبی میخوام بخرم. جری من بچه دوره قپونم یادت رفت دوباره؟ پس من میرم دنبال آقای شما. دو ساعت دیگه دستت خیالت دوست میگم جبران کنی. نادر آقاشو بگو دهنه دادت کنه. بلندی آقای بلندی. کش کش اینم آقای بالا بلندی. بالا بلندی. یه زحمت بکش ما رو ببر سوله. من ماشین منو بردارم. آلت ندارم. ماشین خودم بیام بهتره. ایستگاه اتوبوس اون بره خیابونه. بیاتی سواش هر چی خواستی میبره. ای نادر نادر کنجری زیپیت کولکاپیس. سولت من برم گوشی منو بردارم جا گذاشتم من. سلام خانم ببخشید من گوشی رو جا گذاشتم. بعد منو دعوا میکنم. به خودش نمیدم که به همراهاش میدم. قند بیماری ارثیه. آهان بله چشم. ببین یه دونه به من
بفهم. آره خب آقا غلام حسین، من با اجازتون دیگه رفع زحمت میکنم. شما هم فردا پس فردا که انشالله بهتر شدین، سالم شدین، مرخص شدین، رفتین خونه خاور خانم، من حتما میام عیادتون. از قول من عروس خانم و شاد آمادم خیلی سلام برسون. ای به چشم، فقط شما اینجا یه امضا بکنین ها دیگه تمومه، اونو بدین به من. ببخشید من دیشب یه مش زیر چشم شما هم زدم، من حلالم کن. آقا حلال حلال حلال، فقط اینجا رو یه امضا بکنین. بله میگم من امضا بلد نیستم. دکتر صابری و تمام بخش فنا. سلام چطوری؟ بهتره حالش؟ کجا سلام؟ الحمدلله حالش خوبه. خوب تو بخشم هستم. بله من بنام بیدم بهلوش. برو سره که پایین بود اپوش من یه لگت بهت زدم. وقتی برگشتی یه مشتم گوشتم زیر چشم. خب ایرادی نداره، مثلا همون جا حساب کردم، حسابداری هم حساب شد. خب دست شما درد نکنه، خاور داره میاد. خب برنجا رو بارگیری کنه بره دیگه، در مغازه امضا کردن. نه خودکار نمینویسه دیگه. خب پس چیز کن دیگه، همین اثر انگشتو بزنی. آه خوبه، کافیه. آره بفرمایید. بفرمایید بفرمایید. نه خواهش می‌کنم. سلام علیکم. بخو مردا کجا؟ چی میگه؟ در جریان میگم نکنه تو تهرون رد شده مردا به جای زنا میرن پاتختی. شما هم دلت خوشه آقا غلام حسینا؟ بهروز کجاست؟ من بهروز از صبح ندیدم، تلفنش هم جواب نمیده. شاید اومده ولی فکر کنم از ترس این گرسنگی ها یه گوشه خودش قایم کرده. آخه دیشب پسرشون بد جوری کتک زد. مگه اینجا بودن گرگستانی؟ آره بابا، مگه ندیدینشون جوری پای شما رفتن؟ اومده بودن اینجا چیکار؟ اومده بودن هم عیادت هم عذرخواهی کردن، پول تختم هم پرداخت کردن، شیرینی هم دادن. شیرینیشون اینه؟ خوبه که خسارت مینیبوس هم دادن، با خوب قومی وصلت کردی. خیلی قوم تاتارن. آره والا منت نباشه، من به خاطر زندگی شما از شکایتم صرف نظر کردم، رضایت دادم برم پیش. رضایت‌نامه امضا کردی؟ امضا نه. ترسوندی بقولا حسین خان قلبم ریخت. ولی خب انگوش کرد. چیو؟ رضایت‌نامه رو. چرا این کار کردی؟ بابا بندگان خدا این همه زحمت کشیدن، مردونگی به خرج دادن، معرفت به خرج دادن، یه دونه انگشت هم نزنم براشون. بیشرف با منی؟ نه با اون روباه مکار بی همه چیز بیشرفم. غلام حسین قبلش نمیشد با ما هماهنگی کنی بعد اون انگشت رو بزنی؟ برای چی بابا؟ میخوام اگه بهروز بهت نگفت اینا چه بلایی سر خاورینا آوردن. چیکار کردن؟ چه بلایی سرتون آوردن؟ بهشون بدن وسایلتون رو جمع کنین، خودشون هم این گوسفند انداختن بیرون. خودتون متوجه نشدین بدتر از گوسفند انداختن. ببخشید خودت با ما بودی، همه با هم بودیم. گوسفند راستی مرداتون کجا؟ از سر جمع کردن رفتن اشتارت پیش منوچه. حالا ما بفرمایید کنار. یه لحظه اجازه بدین. کجا گذاشتین؟ شوهر من چی کار دارین؟ فیروز باز چه غلطی کردی تو؟ نگران نباش. گفتی کجاست؟ زیر لافو بگرد قشنگ. آقا اجازه بده. شوهر کجا؟ بقیهش کجا گذاشتی؟ بقیهش تو بالش.
این بالش یا اون بالش؟ نه من تری ببینم کجا گذاشتی؟ قشنگ بگر تو بالشو بگر. اجازه بده. اجازه بده. اینا مال من. چیکار کرده جناب سروان؟ هیچ چی خانم، دزدی کرده. خب پس. خب پس. خانم از صبح کل بیمارستان ریخته به هم. خب پس. اون مقدار پول مال منه. خسارت مینیبوسمه از گرسنگی گرفت. اینا فعلا صورت جلسه میشه تا بعد ببینیم چی مال کیه. بریم. آقا اون پولو نبر. تو خودت خب گفتم صورت جلسه. قرار باش چیکار کنی؟ همون کاری که تو مملکت ما با همه دزدا میکنه. خب پس نگران نباش، بلش کن. برین کلام اینا. چرا این سبد گلو برمی‌داری میاری؟ خجالتم که فقط جا به جاش اینقدر آبرو برای من نذاشتی شما اینجا. میشه یه خود از این آب میوه خودم بدین بخورم؟ چقدر زشت. آب میوه تخت بغلو میاری، گل تخت اون برینم میاری. به من داری میگی؟ هممون بزن. این یک هم زیاد نیست ماه گوشه. یا قلومسنم خالشیه. بیا بابا نارم در خوب میشه که از این در بدری ما نجات بدم. من از این در به دری نجات پیدا کنم. عجب ماست پربرکتی ها. دیشب داره داریم دوپینگ میکنیم، فکر کنم امروز همه اون ردیف باشیم. خیال تخت تخت یکی دندم پره پره. خب آقایون ماستا رو بزنید که مسابقات رو شروع کنیم. میریم که داشته باشیم لیگ برتر مسابقات منش و با تیم های آقا اینجوری نمیشه که هر کدومتون یه اسمی برای تیمتون انتخاب کنید. آقا تیم ما دخانیات ویلوچ. نه خیر آقا صبر کن، دخانیات نشود اسمت ورزشی باشه. چرا اتفاقا دخانیات تیم داشته کجا قدیما؟ آقا نه 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 اجازه بده من ازم تو اسم تیم تو بذار مخدرات ویلوچ. اینجا چه غلطی میگه بابا؟ برو سر جات دیگه. این تو به واسطه بود تا چه غلطی میکنی آخه؟ برو بچه‌ها بازی کن دیگه. خب یعنی الان ته اشغالتون این بود دیگه. بیارم اشغال ماست و من از این ماست نخور. خالی کن وصل تو کار دارم. از این ماست نخور. نمیخورم ماست. غلیظشو بده من. این غلیظه غلیظه. آقا از این ماست بزن بخور ببین چی میبینی. نمیخورم ماست. نمیخورم. آقا هیچ نمیخوام. آقا نمیخوام. ریلکس یه قاشق بزن. یه ریلکس میشی قشنگ. نمیخورم بی خیال شو دیگه. بابا ای بیا در سالن اجتماعات رو وا کردن. خواهشن رفتید اونجا دست به وسایل بچه‌های مدرسه نزنید. اونا فردا تئاتر دارن. بابا گفتم سر صدا نکنید. آروم کرد. نگاه کن چه وضع شاخت. برو من جمع میکنم میارم بابا. چیز من برم اینا رو عوض کنم. این چه وضع شاخت. همه رو گره پوری ریختش روم دیگه خشن. پاشو برو بیرون. نه جون قربونتم حیرونتم آتش سر قلیونتم آینه. چی کار داری میکنی؟ فتر فتری با تو هم این چی کاریه؟ شما اینجا چی کار؟ میگه اینجا جای بازی جمع کنید ببینم. این چی کاریه میکنی؟ جمع کن ببینم. تو چرا با این فوتبال بازی می‌کنی؟ از این ویچیو گرفتم. برو ببین این ویدیو چه غلط کردم با تو. بله شوکو بابا بچه اصلا چه کاری شو داری؟ خودت داری چی کار می‌کنی؟ با مدرسه سر آتیش بزنی؟ حواسم هست جوش نزن. ببین بچه‌ها دارن ماسخره می‌کنن تو نمیای. اسمت بفهمه پدرم اون میسوزونه. مگه می‌خوان هروئین بکشی یا می‌خوان نجاتی بخوری؟ نه بابا منظورم اینه که مدرسه است یکی بیاد بد میشه. امروز که جمعه تعطیله. جمعه که کسی نمیاد. ولی چرا یه نفر ممکنه بیاد؟ کی؟ حسنی؟ حسنی کیه؟ حسنی به مکتب نمیرفت وقتی میرفت جمعه میرفت. حسنی اتفاقا آقای مدیر هر وقت جمعه بخواد جلسه بذاره میاد مدرسه. یعنی اونم زنگ میزنه و میاد. خب زنگ که نزده پس نمیاد. بیا بریم. ماست ویلوچه. حیفه. میام فقط یه انگشتا. باشه تو بیا. آفرین آفرین یه پرتاب سه امتیازی دیگه. حالا فرصت برای امیرگل زهرخانی. از این بود یافته باش دیگه. یکی دیگه الو جانم شما زنگ زدی من کیم؟ دفترته؟ دفتر چل برگ یا صد برگ یا دویست برگ؟ خفه شو عزیز قشنگم. خداحافظ بیشور و بیفرهنگ دفترانه. اوه
هم یه ماس زدی ها شیشا من ریختم تو بازی میکنی؟ شیشا تو ریختی؟ نه عمم ریخت بس احمد ریخت دیگه اصلا شما داوری ها من جیر میزنه دیگه من کمتر از فینال داوری نمی کنم هرکی هم رو حرفم حرف بزنه همینجور فلکش میکنم آقا منوچ بله ماستو چطوره؟ خیلی عالیه منو یه خط انداخته نه بابا درد نمیخوره منو نیم خطم ننداخته همون نیم خطم تو رو ننداخته که این میمون پر دینا رو کند ریختی زمین آقا اصلا من میمون همه که مثل شما خاشراخ نمیشن ساکت موسه که بیشخصیه کسی به بزرگترش اینجوری حرف میزنه بیادم نندازید بابا اون کلاها رو بابا اینا مال تئاتر بچه هاست خراب بشه آبروی من میره شاه تاج لازم داره مواظبیم نترس بطلی شاه اون بالا آب و هوا چطوره توپ توپم لول این بالا خودم شاه حس میکنم شما اون پایی رعیتامه میگم منوچ بله این بلنگو سالمه بله سالمه چطور مگه میکروفون میگه بلنگو اینم میفهمه چقدر خوبه اینا ساکت پشمک بیخاصیه کسی با بزرگترش اینجوری هم میزنه بی ادب بی تربیت روشنش کن من واسه این رعیت هم یه سخنرانی دم شد چی روشنش کن صداش بپیچه تو حیات مدرسه همسادا بریزن اینجا آبرو حیثیت من بره اون وقت منم مجبورم فردا با شما برگردم ویلوچ ویلوچ سه چهار تا خط انداختم نمیدم حالم چرا اینجوریه ابو فتل این قلیون تو میدی یه حالی بکنیم اینجا قلیون مخصوص رعیت ها نیست مال شاهی که این بالا نشسته بابا اعلی حضرت یه دو سه تا نارگیل از اون بالا بنداز پایین حال کنی ساکت فرفر بی تربیه کسی بابا بزرگتر اینجوری حرف میزنه تو چی میگی بابا ای بابا یه ماس خوردیم نشستیم بازی میکنیم هی به هم میپیچیم پاشیم به خودمون یه تکونی بدیم باشو برو اینا ویلوچی هم هست پاره کرد شکار کردی شکار داریم سب کن ببین کمک میخوان فرشای خیلی کمک اونجا بمونه بهتر نیست من خودت کمک من خورم نمیرسه که ماشالله خب حالا دلم مثل خانه باید دو میدونم دلم مثل نمیخونم حیفه بابا من نگرانم واسه این که این همه مهمون من جا ندارم سرایداری کلم 25 متر جا نمیخواد سرای این همه کلاس این همه اتاق این حرف نزن چی داری ور میکنی آقا اومدید اینجا دوربین رو برداشت محمد آقا آقا پس دیگه برو یعنی چی خوبه باری کرد باری کرد بوشو آقا بوشو این میکروسکوپ میکروسکوپ نخوردیم که میکروسکوپ تلسکوپ مهم بابا بسته کن عالی آدمار برای چی؟ آقا دو تا هم که کنار هم قرار میگیرن نوترون ها و الکترون ها با هم برخورد کرده و تشکیل ردوبر میدهن ببخشید ماله منه نه زیاد از اونه ها؟ یه ابری زفر یه ابری بالای سرمان تشکیل شد توش نوشته بود پیرزن با پیرزن های دیگر بود پیرزن با پیرزن باز با باز آروم باشه آروم برمان تعریف کن منم تو اصلا این گنج گرم بایه واسنی تو چجوری فیدا کردی ها این رو تو برمان خالی من خالیش کن که دیگر راحت شی تو نیکی میکنو در برکن ناز ببخشت
شما پاشی فامیلی چی ها؟ بله بله خسر خاله منه، اما این برادر میمونه با ما توی شلیزرهای شما بابا سیست. بیماری خاصی نداره؟ خودش که نه ولی باباش باباسیل داره. یه تب خب یه سرامی بذار. خوشمزه‌ست. بین من و شما رابطه ای وجود نداره آقای خنجری. من اگر کاری تو الان کردم فقط و فقط به خاطر پشمکم. یعنی من اندازه پشمکم اینجا شما باید مشخص کنی که تو این رابطه هستی یا نیستی. باید جواب من از پشت به تو خنجر زدم؟ بله بله زدی، بدم زدی. زهر مادر